برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. به دنبال یار و دلدار زندگی خود میگردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق عشق و ازدواج از طریق مؤسسه همسرجون امکان پذیر خواهد بود. برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. تلفن تماس 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0939-739-77-76. درود بر شما هم‌میهنان خوب و نازنینم در سرتاسر جهان. من پروین زمانی هستم، کارم همسریابی هست برای ایرانیان مجرد و تنها هر جا که باشین و با هر دین و باوری، مادامی که افراد با صداقت و با معرفتی باشین. خوشحال میشم کمکتون کنم که یه همسر نو و شایسته ایرانی تو زندگیتون بیاد و خوشحال میشم باهاتون کار کنم. خب ببخشین، گهگاهی آدم میتونه جلو دوربین توپق بزنه. امیدوارم به بزرگواری خودتون ببخشین. به هر روی، اینجا همسریابی هست و این کار رو من از سال 2007، یعنی 9 سال پیش آغاز کردم و شمار زیادی ایرانیان رو در سرتاسر جهان با هم آشنا کردم با هدف ازدواج. و متقاضیان من در ایران، در تمام شهرهای ایران هستند، در کشورهای همجوار ایران، همچنین هندوستان، مالزی، فیلیپین، ژاپن، اندونزی و کشور تمام ایالت‌های آمریکا، شهرهای بزرگ کانادا، تمام کشورهای اروپایی، کشور استرالیا، شهرهای بزرگ استرالیا و برخی جاهای دیگه مثل برزیل و آفریقای جنوبی، حتی از اینجا هم متقاضی داشتم. خب مرد و زن، پیر و جوان، دختر و پسر به مؤسسه همسرجون میان برای اینکه با عشق و همسر و همسفر زندگیشون آشنا بشن. خب اگر که شما کسی هستین، مادر پدری هستین که در آمریکا یا کانادا، جایی که این نظارگر تایم تیوی هستین، در منزل نشستین و این برنامه رو نگاه میکنین و دوست دارین که دختر یا پسرتون با همسر ایرانی داشته باشه، یعنی داماد یا عروستون ایرانی باشه، خب اونا رو تشویق کنید به مؤسسه همسرجون بیان. یا اینکه شما در خونتون تنها نشستین و در هر صورت مجرد هستین و دوست دارین یه همسر ایرانی اختیار کنین، همخونه، شریک زندگی، شما هم حتما به مؤسسه همسرجون بیاین. من اینجا هستم که کمکتون کنم، چه بسا که یه ایرانی نازنین دیگه توی خونه دیگه تنها نشسته باشه و منتظره که با شما آشنا بشه. هزاران ایرانی ناب و شایسته در آرشیو من هستن از سر تا سر جهان و اینها از همه این نقاطی هستن که براتون عنوان کردم. و زمانی که شما با من ثبت نام میکنین، حالا برای 6 ماه عضویت، 1 سال عضویت، یا اینکه یه خواسته‌های ویژه‌ای دارین، میتونین با سرویس ویژه ثبت نام کنین، یا در شرایط ویژه‌ای هستین یا هدفتون ازدواج و مهاجرت هست، خب زمانی که ثبت نامتون رو انجام میدین، من میرم براتون وقت مصاحبه میگذارم، یه مصاحبه تلفنی. من هیچ کس رو از نزدیک نمیبینم، نیازی نیست. مصاحبه من تلفنی هست و گاهی هم شبکه‌های اجتماعی رو استفاده میکنم و میتونم شماها رو ببینم. پس از این مصاحبه تلفنی براتون بیوگرافی آماده میکنم و در هر صورت از اون زمان میرم تو آرشیوم میگردم و ببینم چه کسی با پارامترهای شما، با خواسته هاتون و با اون چیزی رو که مد نظرتون هست براتون پیدا میکنم و به شما معرفی میکنم. خب چه کسانی به مؤسسه همسرجون میان؟ خب بخش مهمیشون کسانی هستن که در خارج از ایران هستن، از جامعه ایرانی دور افتادن، نمیدونن همسر ایرانی، شریک زندگی ایرانیشون رو کجا پیدا کنن، یا اینکه انقدر مشغله کاری دارن. اینجا تو آمریکا ما اسمش رو گوشیم آمریکار، واقعا
آدم ها دنبال یه لقمه نون میدوان و وقت ندارن برن دنبال همسر پیدا کردن، یا اینکه کسانی هستن که یعنی شاغل هستن وقت ندارن، یا یه خواسته های ویژه‌ای دارن، یا خواستگاری سنتی رو دوست ندارن. برای شما که در ایران هستین، در همین جا بگم شما که دارین بیننده این برنامه هستین، اگر دوستی آشنایی فامیلیتون در ایران هست، خب این در صورت رسانه در ایران پخش نمیشه، به اونا بگین که به مؤسسه همسرجون بیان. من شماره زیادی ایرانیان رو در داخل ایران دارم، متقاضیان من هستن، شماره زیادی ایرانیان رو در داخل ایران به هم معرفی کردم و زندگی‌های خوبی دارن، ازدواج‌های موفقی دارن، و همچنین اگر کسی بخواد مهاجرت بکنه، ازدواج خوب و مهاجرت، حالا از اروپا به آمریکا، از یه جای دیگه به آمریکا، یا نمیدونم بین کشورهای اروپایی، از ایران به سرزمین دیگه، خب خوشحال میشم کمکتون کنم، مادامی که دارای شرایط مناسب باشین. و اون شرایط مناسب چی هست؟ برای دختران از 21 دو سال به بالا، برای مردان و پسران از 25 سال به بالا، صداقت کامل داشته باشین، هیچ اعتیادی نداشته باشین، کار و درآمد مناسب داشته باشین، یه تحصیلاتی داشته باشین، مینیممشو گذاشتم کاردان. بیشتر متقاضیان من از لیسانس به بالا دارن، خیلی هاشون هم دکترا دارن، فوق لیسانس دارن، اما در همینجا بگم تحصیلات فهم و شعور انسانی نمیاره. خب عزیزان من، بگذارین پیش از این که جلوتر برم با شرایط عضویت در این مؤسسه، شماره رو اعلام کنم. ثبت نام از طریق سایت ماست، سایت همسرجون دات کام. Could you please show the website؟ خب در صورت ثبت نام از طریق سایت ماست، این سایت همسرجون هست و میرین روی اون صفحه‌های مختلف کلیک میکنین، وارد صفحه‌های مختلف سایت میشین، شرایط نامنویسی هست، هزینه سرویس هست، و در هر صورت یه صفحه هم داره به نام مهاجرت. You can perhaps show different pages, so just و خب ببینین این صفحه‌های وبسایت ماست. هفت ویژگی مثبت سرویس همسرجون، خب در همینجا باید بگم یکی از اون ویژگی‌ها اینه که اطلاعات و آگاهی های شما پنهان و محرمانه میمونه، اینجا هیچ کسی دسترسی به اونا نداره، و همچنین اینکه همه میان برای ازدواج و یه زندگی ماندنی و پایدار. اینم فرم درخواستی است که زمانی که میخواین در هر صورت ثبت نام بکنین، یه فرم کوتاه هست، 2 دقیقه بیشتر طول میکشه، اینو پر میکنین میفرستین. پرداختم از طریق پیپل در خارج از ایران، و در ایران از طریق بانک ملی هست. خب thank you so much for showing the website. Thank you. به هر روی ثبت نام از طریق سایت هستش، و ایمیل منم یادداشت کنین، لازمتون میشه شاید parvin.zamani@gmail.com، و حتما وبسایت رو، آدرس وبسایت رو یادداشت کنین، www.hamsarjoon.com. برای شما که خارج از ایران هستین، شماره من هست 818-450-6744، 7 روز هفته از 10 صبح تا 8 شب. و در ایران، برای شما که در ایران هستین عزیزان من، آقای کیانی از 10 صبح تا 8 شب پاسخگوی تلفن خواهد بود، اما خواهش میکنم اول به سایت ما برین، اگر پرسشی ماند آنگاه زنگ بزنین. آقای کیانی 7 روز هفته با شماره 0939-739-727-76. من با شماره امریکام، یعنی 201-818-450-6744، روی تلگرام و واتساپ و وایبر و این شبکه های اجتماعی هم هستم. شبکه های اجتماعی رو با درایت استفاده کنین، و بدونین که این شبکه های اجتماعی ابزار جاسوسی برای غرب هستن، هیچ گربه محض رضای خدا موش نمیگیره، بدونین هر چیزی که رایگان هست یه برنامه های پشتش هست، با درایت ازشون استفاده کنین. اگر پرسشی داشتین میتونین رو شبکه اجتماعی از من بپرسین، پاسختون رو خواهم داد. نکاتی رو اینجا یادداشت کردم که دوست دارم با شما در میون بگذارم. خب من با خودم فکر کردم که در برنامه همسرجون یه چند دقیقه رو بگنجونم درباره این جامعه‌ای که درش داریم زندگی میکنیم. من الان آمریکام، در لس آنجلس هستم، و از اینجاست که ایرانیان رو در هر صورت این سرویس رو اداره میکنم و ایرانیان رو به هم معرفی میکنم. خب در این جامعه‌ای که هستم یه ایرادایی داره،
و گاهی گداری هم در هر صورت یه چیزایی هم هست که در ایران هست دوست دارم بهش بپردازم، میتونه چیزایی خوب باشه، میتونه یه مشکلاتی باشه که در هر صورت اگر آدم ایرادی میگیره قراره که ایراد سازنده باشه نه اینکه تخریب کننده و خراب، ولی یه چیزایی که از بیخ و بن خرابه خراب هست. خب در هر صورت ما انسان ها، ما آدم ها، ما شهروندان این جهان باید آگاه باشیم و هوشمون رو به کار بندازیم، نگذاریم که ازمون سوء استفاده بشه. خب یه چیزی رو شنیدم در ایران که بسیار باعث تأسفه، اینکه حالا دارن تو بوق و کرنا جار میزنن که یک کیلو خیار در ایران 700 لیتر آب میبره، بنابراین بیاین این نمیدونم سبزیجات و این چیزا رو از خارج بخرین. اینا کیا هستن این چیزا رو میگن؟ کسانی هستن که میخوان ایران وابسته بشه به کشورهای دیگه، خودش هیچ تولید کشاورزی نداشته باشه و در هر صورت الان خوشبختانه ایران خودکفاست در تولید گندم و اینکه دلیلی که اینا میگن ایران کشوری هست خشک، بنابراین بهتره که ما چیزای این غلات و نمیدونم میوه و سبزیجات و اینا رو وارد کنیم. یه پرت و پلای بیخود از آدمایی که یا خائن هستن در بدترین موردش یا اینکه ناآگاه هستن. در صورت یک چهارم ایران سبز و خرمه در حدود 450 هزار کیلومتر مربعش که میتونن اروپا رو همه رو غذا بدن اگه بخوان. این و اینا پرت و پلاس، ببخشید اینطوری میگم، و این آدمایی که این حرفا رو میزنن دوست دارن یه ایران وابسته درست کنن. خب تصور کنین اگر که ما نونمون رو نداشته باشیم، گندممون رو نداشته باشیم، استکبار چه بلایی میتونه سرمون بیاره وقتی وابسته بشیم به اونا. الان که در صورت انقدر وابسته نیستیم ببینین چه کارهایی میکنن. این یک دوست داشتم که با شما در میون بگذارم. من دوست دارم کشور من یه ایران مستقل و مقتدر باشه. این تنها راه مبارزه هست با کسانی که میخوان ایران رو بگیرن و غارت کنن و در صورت منابع طبیعیمون رو و همه چیز رو. نکته دومی رو که میخواستم بگم اینه که ما قراره بیدار باشیم و یکی از شرایطی که من در سرویس همسر جون گذاشتم اینه که آدمای با معرفتی باشیم، با شرافت باشیم، با معرفت و با شرافت. یعنی اینکه خب اگر که ما چیزی رو میبینیم که نادرسته چشممون رو ببندیم و بگیم این مشکل من نیست، به من چه مربوط، من میخوام خوشگذرونی خودم رو بکنم، دو روز اومدم این دنیا، به من چه مربوط که اونور دنیا یک کسانی میبیرن یا زجر میکشن یا ازشون سوء استفاده میشه. خب اینم یه اطلاع برای شما عزیزان من. در همین سرزمین آمریکا 25% زندانیان جهان در آمریکا هستن، مادامی که 5% از جمعیت دنیا تو آمریکا هستن. اینو من نمیگم، کریس هیچس که یه پژوهشگر آمریکاییه و این 20 سال برای نیویورک تایمز جورنالیست بوده، یه آدم با شرافت هست، خب داره میگه که تو این زندانا از زندانیا کار میکشن، از گردشون کار میکشن، $1.30 به اینا روزانه حقوق میدن و خب برای هر زندانی میدونین چرا؟ برای اینکه زندانهای آمریکا به بخش خصوصی واگذار شده و اینا پول میسازن از هر زندانی $40,000-$50,000 در سال. اینا همه مستند هست، اگه خواستین براتون میفرستم، برای من ایمیل کنین بهتون میگم که چه خبره. اینا رو دارم میگم برای شمایی که عاشق آمریکا هستین و همتون میخواین در هر صورت مسخ شدین از طریق فیلمای هالیوودی، میخواین همه پشیم بیاین آمریکا، بهتره که خوردم بدونین که چه خبر هست. من که اینجا هستم میدونم. حالا نگی این، حالا چرا خودت اونجا نشستی برنمیگردی ایران؟ برنامه دارم در آینده نزدیک برگردم ایران به کشور خودم خدمت کنم، ولی خب اگر اینجا نبودم این چیزا رو شاید هیچگاه نمیفهمیدم. اما برگردیم به این زندانیا و من چه کسانی در هر صورت از این کار زندانیا سود و بهره میبرن، از گرده اینا کار میکشن این بدبختا رو و انقدر مغروزشون میکنن که اینها سالها در زندان میمونن، اسفناکه. مستندشو میتونم براتون بفرستم. و چه کسانی هستن که از کار اینا سوء استفاده میکنن، از ویکتوریا سیکرت گرفته، اینایی که این کمپانی که لباس زیر تولید میکنه. متاسفانه من این لباس زیر رو میخریدم و موقعی که فهمیدم دیگه چنین کاری نمیکنم، تا مایکروسافت و یولت پکارد و شوران و نمیدونم کیمارت و تمام این فروشگاه زنجیره‌ای و دیگران از گرده این زندانیان بدبخت کار میکشن. اینجا داستان اینه که هرچی بیشتر زندانی داشته باشن سود بیشتری توشه، بنابراین به دلایل
احمقانه میگیرن دوباره میکنن توی زندان تو هلفدونی تا از گردشون کار بکشن. خب اینم دوست دارم بدونین برای کسانی که مسخ آمریکا هستن و اینجا سرزمین موعود شده براشون. خب عزیزان من، پیام مؤسسه همسرجون عشق و مهر و دوستی هست، آگاهی هست، معرفت و شرافت انسانی هست، کرامت هست. داشتم شرایط رو میگفتم، شما حتما باید ایمیلم داشته باشین، کار و درآمد مناسب داشته باشین، از تای دلتون ایرانی باشین، خوشبختی ایرانیان نازنین رو در سرتاسر جهان بخواهید و سرافرازی ایران رو در همه شرایط. خب اینا شرایط ثبت نام هست در این مؤسسه، سرویس هم که گفتم و بگذارین چند تا کیس رو باهاتون در میون بگذارم تا وقت نگذشته. در این هفته که گذشت دو تا جوان نازنین رو در آمریکا به هم معرفی کردم و معنیش این نیست که در جاهای دیگه کسانی رو به هم معرفی نکردم. من فقط 30 دقیقه برنامه دارم و ناچارم که انتخاب کنم در باره چه چیزی صحبت کنم، کوتاهش کنم. اما گونت قاضیان من در سرتاسر جهان هستن و شمار زیادی ایرانیان رو به هم معرفی کردم و هر هفته هم یک کسانی رو به هم معرفی میکنم. این هفته انتخاب کردم فقط در انتخاب من اینه که فقط درباره این دو نفر که در آمریکا هستن صحبت کنم. آقایی که 37 سال داره و استاد دانشگاه هست، یکی از دانشگاه هاروارد، PhD داره، دکترا داره در رشته فیزیک. مرد بسیار نازنین، تا حالا ازدواجی نداشته، یه مرد متدین و سر به راه و اهل خانواده و بسیار آدم نازنین. ایشون رو معرفی کردم به یه دختر نازنینی که بیشتر عمرش رو اینجا بوده، یعنی در هر صورت یه مقدار زیادی آمریکاییه اما خیلی زیادم ایرانی هست، روزه میگیره و مسلمون هست، روزه میگیره و با آداب و رسوم ایرانی زندگی میکنه و خیلی هم خوشحاله که مسلمون هست و روزه هاشو همه رو داره میگیره. این دختر خانم 35 سال داره، قد بلند، بسیار زیبا و دارای مدرک دکترا هست در رشته طب گیاهی و سوزنی و این داستانا. در صورت براشون آرزوی آشنایی خوبی رو دارم و امیدوارم که آشناییشون به ازدواج برسه. خب این هفته انتخاب کردم که با شما درباره 4 مورد بیشتر به مردان بپردازم و اونا رو با شما در میون بگذارم. پیش از اون عزیزان من، برای اینکه با همسر ایرانیتون آشنا بشین، یه آدم ناب و شایسته، کسی که لیاقت شما رو داره، اگر که شما خودتون آدم با صداقتی باشین، با معرفت باشین، فهمیده باشین، انسان خوبی باشین، خب کسی که لایق شما هست در مؤسسه همسرجون هست. از طریق سایت ما www.hamsarjoon.com ثبت نامتون رو انجام بدین و شماره من هست 818-450-6744. با همین شماره رو شبکه‌های اجتماعی هم هستم، 2-1 رو پیش باید بگیرین. تلفن ایران ما 0939-739-77-76. آقای کیانی هفت روز هفته پاسخگوی تلفناتون خواهیم بود. حتما به سایت برین، از طریق سایت اقدام کنین، ثبت نام از طریق سایت. خب بگذارین چند مورد رو با شما در میون بگذارم. یه موردش یه خانومی هستش که در ایالت یوتا با من ثبت نام کرد، 46 سال داره، یه زن بسیار ساده و بیشیله پیله. تحصیلاتش هم در هر صورت میگم زیر دیپلمه. من همه کسانی که میان تو مؤسسه همسرجون تحصیلات بالا دارن، گهگاهی هم کسانی میان که تحصیلات همونطور که گفتم اصلا به شور و معرفت و انسانیت ربط زیادی نداره. این خانم یه ازدواج داشته، طلاق گرفته و انسان بسیار، زن بسیار پاک و نازنینیه. از خوبیا و مهربونیا این هر چی بگم کم گفتم. براش دنبال یه مرد مهربون خوب میگردم که لیاقت این خانم رو داشته باشه. خب آقایی با من ثبت نام کرد از شمال کالیفرنیا، 43 سال داره، دارای مدرک دکترا هست در دامپزشکی و در صورتی ازدواج ناموفق داشته. برای ایشون هم دنبال یک کیس مناسب میگردم، میتونه در آمریکا باشه، در کانادا باشه، در ایران باشه. خب در هر صورت ایرانیانی که اینجا هستن حق دارن همسر ایرانی داشته باشن و براش دنبال کیس مناسب میگردم. و اینایی که اینجا بیان با شما در میون میگذارم، منظور این نیستش که فقط اینا هستن، این فقط یه نمونه ای هست از آرشیو من، نمونه هایی هستن از آرشیو من. خب
آقای دیگه ای رو که گفتم امروز میپردازم به آقایون، نوبت آقایون هست، من همیشه دختران و بانوان رو مطرح میکنم. آقایی با من ثبت نام کرد، 62 سال داره، دارای مدرک فوق لیسانس است، در شرق آمریکا زندگی میکنه، ازدواج کرده، طلاق گرفته، بچه‌هاش هم رفتن دنبال زندگیشون، علی مونده و حوزش، مرد بسیار نازنین و خوبی هست. دوست دارم که ایشون رو با یه خانم نازنین با شرایطش هماهنگی داشته باشه، یه خانمی که زیاد قدش بلند نباشه، این آقا 170 سال قد داره، که با هم هماهنگی داشته باشن و زن فهمیده و با شعور، کسی که فداکاری سرش میشه، ایثار، نمیدونم، انعطاف پذیری، عشق و همه این چیزایی که خود این مرد نازنین داره. و آقایی یه مرد جوونی با من ثبت نام کردش، 30 سال داره و ایشون یه پسر قد بلند داره، مدرک فوق لیسانس در رشته کامپیوتر، در فلوریدا زندگی میکنه، براش دنبال یه مورد مناسب میگردم، این به آمریکا تازه وارد هست و دنبال یه مورد مناسب در آمریکا براش میگردم، اینجا اجازه کار داره. پسر بسیار نازنین هست، تنها چیزی که میتونم دربارش بگم بسیار مهربونه. خب امروز میخوام درباره یه نکته با شما صحبت کنم و اون اینه که چرا زنانی که زیاد دنبال جراحی‌های پلاستیک و بوتاکس و چهره پردازی و این چیزا هستن نمیتونن همسران خوبی باشن. خب پس مردان نازنین گوش کنین و دلایل من رو بهش توجه بکنین. اگر که خواستین همسر اختیار کنین حواستون جمع باشه، اگر که اون زن زیادی تو این مسائل هستش، همسر مناسبی نیست برای زندگی زناشویی. البته من شخصا هیچ مسئله‌ای با این چهره پردازی و زیبایی ندارم، زیبایی هم خیلی خوبه، همه ما لذت میبریم ازش، اما هر چیزی در حد تعادل و هر چیزی باید به میزان مناسبی باشه. وقتی زیادی میشه، همه چیز وقتی زیادی میشه، خب مسائلی هست اونجا. من چند تا نکته رو اینجا با شما در میون میگذارم، چند تا دلیل رو، دلایل من هستش که چرا این زنان برای زندگی زناشویی زیاد مناسب نیستن. خودتون فکر بکنین و ببینین که آیا درسته یا نه. خب اول از همه زنانی که زیاد به چهرهشون میپردازن، زیاد به جراحی پلاستیکو از همه نوعش، و متاسفانه تو ایران خیلی زیاد شده، آدم برخی خانم بانوان رو که میبینه همشون دارن شکل هم میشن، اونایی که میرن این کارا رو میکنن، و به راستی که من حالم گرفته میشه وقتی اینا رو نگاه میکنم. در صورت یکی از اون دلایل اینه که اینا آدمایی هستن بسیار دنباله رو و اهل هالیوود، یعنی دنباله رو و اینکه تقلید کننده از هالیوود و همچنین دنبال مود و مارک هستن، یعنی خودشون اراده کافی رو ندارن که چی براشون خوبه، چی به صلاحشونه، خودشون تفکر زیادی ندارن، فقط دنباله روی میکنن از چیزایی که بهشون در هر صورت تزریق میشه و بیشترش هم از طریق هالیوود و این فیلم‌های عجق و عجق هالیوود هستش و این هنرپیشه‌های هالیوودی که اگر از نزدیک ببینینشون حالتون به هم میخوره. دوم این که اینا تفکر بسیار سطحی دارن، فقط به ظاهر اهمیت میدن، سطحی میاندیشن، تو عمق نمیرن. به همین دلیل وقتی که زیاد شما تو عمق نباشین یا توی معنویات نباشین، معنویات همیشه یه عمقی میخواد در افکار و اندیشه، بنابراین میتونن کسانی باشن که زیاد اهل نمیدونم گذشت و فداکاری و تفاهم و عشق و نمیدونم رسیدن به همسر، خانه‌داری، بچه‌داری، زیاد در این چیزا تحور ندارن، برای اینکه همش باید بپردازن به این چهره و به این چیزا. دوتا آقایون نازنین با من ثبت نام کردن، یکیشون به من میگفت 60 سالش بود، میگفت خانم زمانی اینقدر همسر من چهرهشو تغییر داده بود، من آخر سر نمیشناختمش دیگه، بهش گفتم شکل چینیا شدی، از بس صاف و صوف کرده بود. یه پسر جوانم با من ثبت نام کرد و میگفت من ناچار شدم زنمو طلاق بدم برای اینکه تمام جراحی پلاستیکو از جراحی باسن و سینه و نمیدونم چی و چی و چی، چربی زدایی، همه اینا با چهرهش هر کاری هم که میکرد ارضا نمیشد، بازم خوب نبود، بالاخره طلاق گرفتیم. خب اینا دیگه اقراقه و مسائل روانیه دیگه. اینکه این مدل زنا بدون اینکه اختلالات روانی دارن و در اصل کسانی هستن که بتونین روشون حساب کنین، اینا کسانی هستن که اعتماد به نفس و حرمت نفس بالایی ندارن، خودشون رو خوب و دوست داشتنی نمیدونن، برای همین میرن دنبال این همه
چیزهایی که به ظاهر پردازی و هیچ موقع هم راضی نیستن، هیچ موقع هم راضی نیستن از اون کارهایی که میکنن. و دیگه اینکه وقت زیادی برای خانواده نمیذارن، چون خب این چیزا وقت زیاد میبره، خود پردازی و جلو آینه ایستادن و چهره پردازی و نمیدونم این کارا بیشتر وقتشون رو میگیره، پس نمیتونن زیاد به خانه و همسر رو به این برای این چیزا وقت بگذارن. و سرانجام اینو گفتم، اینقدر درگیر این تظاهر و این ظاهر و این سطحی بودن و این چهره و این چیزا هستن که کاری با معنویات ندارن. یعنی یکی از اون روی سکه اینم میتونه باشه که افرادی شدن بسیار ماده‌گرا و مادی، یعنی دنبال پول هستن. یکی از دلایلی که برخی از این بانوان که زیاده روی میکنن تو این کارا، میخوان دیگه اون مرد پولدار نمیدونم ایدئال رو گیر بیارن، بیشتر هم توجهشون به پول هست. من در این سرویس تجربه میکنم این چیزا رو، برخی از اینا برای من ایمیل میدن، خب باشون صحبت میکنم یا زنگ میزنن. خب این تجربه من هست که دارم با شما در میون میگذارم، پس بدونین اگر بانویی زیاده روی کرده در چهره پردازی، در این جراحی های پلاستیک، در این چیزا، بدونین که من بهتون میگم مطمئنن کسی نیست که زن زندگی باشه و بتونه همسر مناسبی باشه. و باید دو پا قرض کنین، دو پا دارین دو پا دیگه هم قرض کنین، فرار کنین از چنین کسی. اما خب یه کسی که در حد متعادل، گفتم که زیبایی خوبه، در همه چیز در حد بالانس و تعادل. ولی من پژوهش‌های علمی زیادی انجام دادم، بیشتر پژوهشگرانم میگن این زنان مسائل اختلالات روانی دارن و مسائل روانی دارن و بهتره که برن پیش روان درمانگر و مشاور به جای اینکه برن پیش پزشکان جراحی پلاستیک. و متاسفم از اینکه برخی از این پزشکان جراحی پلاستیک انسانیت و شرافت کارشون رو فروختن به پول و حاضرن که یه دختری که میاد میدونن این اختلال روانی داره، مریضه، برمیدارن مثلا سینه هاشو یه جراحی پلاستیک روش میکنن، این هنوز ازدواج نکرده، بچه دار نشده، ولی به خاطر اینکه نمیدونه، به جای اینکه بهش آگاهی بدن، به خاطر پول ببینین چه کارهایی میکنن. اینا همه چیزایی هستش که کاپیتالیسم به جهان تزریق کرده. خیلی از پزشکان متاسفانه یا برخی از پزشکان اون شرافت و کرامتی که در پزشکی بوده، در شغل پزشکی بوده، اونو دیگه ندارن و پول براشون حرف اولو میزنه، چیزی که کاپیتالیسم بهشون تزریق کرده. خب عزیزان من، مردان و زنان نازنین ایرانی، هر جا که هستین، اگر دوست دارین یه همسر ناب و شایسته ایرانی داشته باشین، یه کسی که هم فرهنگ شما، زبان شما رو میفهمه و در هر صورت میتونه از غذای ایرانی لذت ببره، شعر ایرانی رو میفهمه، اون چیزهایی که ما تو فرهنگمون داریم خیلی غنیه، بسیار زیباست، اینو فقط ایرانی با ایرانی میتونه تجربه کنه. اگر که دنبال همسر ایرانی هستین، اینجا بیاین به مؤسسه همسرجون بپیوندین. من اینجا هستم که کمکتون کنم و یه همسر ناب و شایسته و با صداقت، برازنده، کسی که شاغل هست، روپای خودشه، چه زن و چه مرد، کسی که تفکر و اندیشه داره، کسی که دنبال رو نیست، خیلی هاشون دنبال مود و مارک نیستن، یعنی به خودشون اعتماد دارن، نمیخوان که از طریق مود و مارک خودشون رو مطرح کنن، درونشون خوب هست، برونشون هم خوب هست. اگر دنبال یه چنین کسی هستین، بیاین اینجا، من اینجا هستم که کمکتون کنم برای آشنا شدن با یه همسر ناب و شایسته ایرانی. تلفن من 818-456-7744، با همین شماره رو شبکه اجتماعی هستم. تلفن ایران ما 0939-739-7777-6، روز هفته از 10 صبح تا 8 شب. و وبسایت همسرجون www.همسرجون.com. ایمیل منم parvin.zamani@gmail.com. اگر که پرسشی داشتین، خوشحال میشم کمکتون کنم. شما رو به خداوند بزرگ ایران میسپارم، دوستتون دارم، امیدوارم روزهایی هم که گرفتین قابل قبول باشه. خدا نگهدارتون تا هفته آینده. به دنبال یار و دلدار زندگی خود میگردید ولی تا به حال او را نیافتید؟
با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من، پروین زمانی، با سالها تجربه در کار همسریابی، شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق عشق و ازدواج از طریق مؤسسه همسرجون امکان پذیر خواهد بود. برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. تلفن تماس 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0939-739-77-76. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.